سلام به استدیوی آزادی خوش آمدید امروز پنجشنبه دوم هوت 1397 و 21 فبروری 2019 هست. من جکفر احمدی میزبان شماستم. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان موافقتنامه نامه مشارکت استراتژیک دو کشور را امضا کردند. این موافقتنامه میان محمد اشرف غنی و قربان کلی بردی محمدوف امروز در اشقاباد امضا شد. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ترکمنستان گفته که حاضرند تا طالبان را برای اجرای مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان تشویق کنند. محمد اشرف غنی امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان را یک قدم بزرگ در جهت تقویت روابط دو کشور خواند. دولت ترکمنستان است. امروز ما افتخار داریم که موافقتنامه استراتژیکی را که جهت ما رئیس جمهور محترم ترکمنستان و افغانستان امضا کردیم یک قدم بزرگ برای کوتاه مدت وسط مدت دراز مدت و در مدت است آقای غنی پس از دیدار با همتای ترکمنستانیش در بخشی از سخنرانی خود در ترکمنستان به مشکل تروریسم نیز اشاره کرد او این پدیده را خطر به منطقه و جهان دانست رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که به جای حمایت از تروریسم کشورهای منطقه باید برای بهبود وضعیت همکاری کنند افغانستان و ترکمنستان قراردادهای را به هدف افزایش همکاریها در بخش انرژی و ترانسپورت امضا کردند به شمول قرارداد همکاری در بخش ساختن خط آهنی که ترکمنستان را از طریق افغانستان به تاجکستان وصل می کند شمار کشته شده های رویداد آتش سوزی در بنگلادش به بیش از 80 تن رسید. ساختمانی که در نخست و حریق شد 300 سال پیش ساخته شده بود. 200 معمور اطفایه 5 ساعت تلاش کردند تا آتش سوزی را تحت کنترل بیاورند. اینها در پای عزیزانشان اشک می ریزند. صدها تن برای یافتن اعضای خانواده هایشان به شفاخانه ها مراجعه کردند. آتشسوزی سوزی چهارشنبه شب در این ساختمان چهار طبقه ای در شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شده سپس به ساختمان های همجوار گسترش یافت. ماموران اتفاعی به عملیات نجات ادامه میدهند. دهند. به گفته آنها شمار تلفات شاید بلند برود. بنابر نبود تدابیر ایمنی کافی چون این آتش سوزی ها در بنگلادش معمول است. صدها تن ظرف چند سال گذشته در این رویدادها جان دادند. محمد بن سلمان ولی عربستان سعودی امروز به چین رسید او پیش از مسافرت دو روزش به چین ابتدا از پاکستان و سپس از هند دیدار کرد سفر ولی عهد عربستان سعودی به چین فرصت دانسته شده است برای تقویت روابط اقتصادی این کشور با چین بحث روی پروژه یک کمربند یک راه در صدر آجنده گفتگوهای محمد بن سلمان و مقام های چینی قرار خواهد داشت. عربستان چین را یک کشور بسیار مناسب برای سرمایه گذاری می داند. محمد بن سلمان چهار شنبه پس از دیدار با نرندر مودی صدر ازم هند از موجودیت فرصتهای های سرمایه گذاری برزش بیش از 100 میلیارد دلار را در هند سخن گفت. هند بالای عربستان سعودی به عنوان یکی از تمین کننده های کلید نفت خام مورد نیازش حساب می این مهمان پولدار به دیدن رقیب دیرینه هند پاکستان نیز رفت و در آنجا معامله های سرمایه گذاری بر ارزش 20 میلیارد دلار در پاکستان را امضا کرد آخرین گروه از غیر نظامیان باقی مانده در یک روستا در سوریه امروز نجات داده می شوند. نیروهای برخوردار از حمایت امریکا تلاش خود را برای از بین بردن گروه داعش در شرق سوریه نسبت به هر زمان دیگر تشدید بخشیدند. بر اساس گزارش ها تنها چند صد عضو داعش در این منطقه باقی ماندند که قصد دارند تا آخرین لحظه بجنگند. شمیمه و بیگم بریتانیایی بنگل دیشی اصل در پانزه سالگی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش به سوریه رفته بود. او حالا خواهان بازگشت به بریتانیا است اما حکومت بریتانیا تابعتش را سلب کرده. بیگم که اکنون 19 سال است در یک کمپ در سوریه زندگی می کند. کسان دیگر مانند بیگم هستند که برای یک جا شدن با داعش غرب را ترک کردند. یکی از آنها خدا مصنای چل ساله است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتر خود از مایک پامپی و وزیر خارجه کشورش خواسته است تا مانع ورود این زن آمریکایی یمنی و الاصل به امریکا شود ترامپ از مقام های اروپایی از جمله بریتانیا خواسته است جنگجویان داعش را که در سوریه دستگیر شدند دوباره به کشورهای خود بازگردانند و محاکمه ایشان کنند در همین حال دو هزار غیر نظامی چهارشنبه از آخرین مرکز داعش در سوریه بیرون شدند نیروهای کردی که از حمایت هوایی امریکا برخوردارند روستای باغوز در سوریه را محاصره کردند و شرکت سامسونگ از نخستین تلفن هوشمند پنجی خود پرده برداشت این تلفن که حدود هزار دلار قیمت دارد در 26 اپریل به بازار عرضه خواهد شد تلفن جدید گلکسی فولد ویژگی های زیاد دارد. مشتریان در بدل پرداخت 1980 دلار امریکایی وسیله را دریافت می کنند که مانند یک بکسک جیبی پهن می شود. با پهن شدن صفحه اش از 4.6 اینچ و 7.3 اینچ مبدل می شود. بیتری ویژه هم دارد. چنان بیتری قوی دارد که با استفاده از آن می توانید دیگر وسایل را چارج کنید. چارج کردن به گونه بی سیم یک گزینه است که به شما اجازه می دهد تا وسیله تان را به یک وسیله چارج کننده بی سیم موثر تبدیل کنید. گلکسی فولد شش کمره دارد. سه در عقب، دو در داخل و یک در پیش رو. ساختن این تکنولوژی جدید حدود پنج سال را در بر گرفته. ممنون که خبرهای مهم امروز از استدیوی آزادی را تماشا کردید اینها را همیشه در صفحه اینترنت و فیسبوک رادیو آزادی دیده می توانید تا دیدار دیگر خدا نگهدار